این ترانشه پیشرومونه دیگه. بعد از لایه های دوره اسلامی که فکر میکنم ما با آثار تا دوره تیموری، پیش از تیموری، حتی به نظر میرسه اواخر سلجوقی باشه. بعد از این دوره خب یه گپه، یه فاصله هست که شما این فاصله رو میبینید، یه لایه خاک و ماسه نرم هست و بعد از اون به نظر میرسه به دوره پیش از تاریخ رسیدیم. این اولین در حقیقت قطعه یا ماده فرهنگی یا قطعه سفالی است که از دوره پیش از تاریخ این نقطه داریم به دست میاریم. برای ما خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه رابطه بین اون محدوده اصلی جامعه پیش از تاریخی تهران که در محدوده میدان امین السلطان و خیابان شهید اردستانی همکاران باستانشناس ما به دست آوردن و بازار صندوق سازان که خودم سال 92 کار کردم، این فاصله داریم پر میکنیم در حقیقت. در حقیقت این پازل داره، بله، این آره، این قطعات پازل داره تکمیل میشه. خب طبیعیه که باید ببینیم که چه کیفیتی از آثار فرهنگی و مواد فرهنگی چه میتونیم پیدا کنیم. تا سطح خاک بکر ما جا داریم که پیش بریم ببینیم که چه مثلا این قدیمی ترین یافته، بله بله، یعنی دیگه وارد در حقیقت فازها و دوره‌های پیش از تاریخی شدیم. حالا ببینیم چند فاز، چند مثلا لایه در اینجا میتونیم پیدا کنیم، ولی مشخصا از اینجا دوره پیش از تاریخ شروع میشه. الان ما میدونستیم با توجه به مطالعات قبلی، با توجه به دقیقه تحلیل برش هایی که هم در بازار صندوق سازان داشتیم، هم در مثلا مولوی، پایین تر از مولوی، خیابون شهید اردستانی دیگه، بله بله، و البته مهمتر از اون به نظر من مثلا نوسنگی بدون سفاله، و این برای ما باستانشناسا در تهران خیلی هم مهم هم پرمعناست. به نظر میرسه فعلا تا به امروز قدیمترین مثلا زیست پیش از تاریخی انسان در دشت تهران باید بگیم دوره نوسنگی بدون سفاله، و بعد از اون خب دورهای بعدی هست، دوره مثل کلسنگی یا کلگرزی هم که ما پیدا کردیم و البته هم لولشو در مولوی هم پیدا شده، و امروز داریم در بازار حضرتی به اینها میرسیم. بله بله، به نظر میرسه که وقتی به این مثلا پدیده در حقیقت به سفال برخورد کردیم، احتمال اینکه در حتی لایه های پایین تر هم به این مواد فرهنگی، به این میشه گفت آثار و بقایای زیستی در دوره پیش از تاریخ باز هم بر بخوریم، و امیدواریم که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم با اینکه فضای کوچیکی و محدود بود. یک کاوش که توی بخش اول به دست آوردید و در واقع کف تیموری، بعد از اون شما رسیدید به این طرف و به نظر میرسه یافتهای خیلی جدیدتر و مهمتری رو پیدا کردید. مهمترین یافته ما در این کاوش در دوره تاریخی به نظرم باید همون برج و باروی دوره صفوی تهران رو باید نام برد که الان ما در این فضا قرار گرفتیم. از این جهت اهمیت داره که خب این اولین یافته زیر سطح زمین ما در خلال کاوش‌های باستانشناسی از شهر یا از قلعه صفوی تهران هست، و موقعیت شنبازی موقعیت خاصی است. اینجا به نظر میرسه منطبق با دروازه حضرت عبدالعظیم باشه که بر روی نقشه های قدیمی که من، یه نقشه تاریخی که داشتم نگاه میکردم و انطباق میدادم، اینجا در چهار دروازه اولیه حصار صفویه که یکیش دروازه حضرت عبدالعظیم هست، برج نصف میشه، یعنی دروازه از وسط دو نیم برج عبور میکنه و قرار گرفته. بقیه برج ها در بیرون از باروق واقع شدن و این چهار نقطه استثنان ترش این فرمیست که یک برج دو نیمه تقسیم شده و دروازه از میانه آن عبور میکنه، و به نظرم میرسه که اینجا مثلا مختصاتش، طرحش، پلنش خیلی شبیه به این چیزی که در نقشه های تاریخی ما وجود داره. خب این نکته خیلی اهمیت داره، و اینکه
اینجا در متن بافت تاریخی تهران هست، یعنی جایی که همین الان هم به عنوان بازار حضرتی از اون یاد میشه. خب نقاط مختلف دیگه هم به همین نام هستن، مثلا ما اینجا مسجد حضرتی داریم، دروازه حضرتی، حمام حضرتی، اینها اهمیت این دروازه رو میرسونه. و بعد مهمتر از این که اینجا رو به ری و مثلا آستانه حضرت شاه عبدالعظیم الحسنی قرار گرفته، خب از این حیث میتونه آثار و تبعات خوبی هم تو این محدوده به جا بذاره. یعنی انتظارمون هست که انشاءالله بعد از این هم شهرداری تمرکز بیشتری و هم توجه بیشتری بده و هم این که این فضا برای بازدید گردشگران مهیاتر بشه. ورودی بازار، احیانا احیاء دروازه حضرت عبدالعظیم و تک تک آثاری که در جوانب همین نقطه قرار داره. مثلا کنار من سمت راست سرای محیط هست، یه بنای تاریخی، سمت مقابل نزدیک به همین نقطه سرای گلشن شکن هست. و یعنی همه اینا به هم دیگه مرتبط. بله، اینها در اون استخوانبندی اصلی که بازار حضرتی هست، به بازار اصلی تهران منتهی میشه، اینها این نقاط مهم قرار دارن و باید اینها احیا بشه. اینها وقتی در کنار هم قرار گرفتن و متصل شدن و پیوند خوردن و احیا شدن، وقت میتونه بگیم یه محور گردشگری فرهنگی تاریخی در خور هم شکل میگیره. و مهمتر از این تأثیری که روی جامعه این محله میذاره، یعنی به طور معمول الان فضای اینجا شاید فضای در خور یک بازار تاریخی نیست، در خور یک به اصطلاح شهر تاریخی چند صد ساله، امروز دیگه هزاران ساله نیست. به نظرم میرسه که گردشگران خیلی تمایل دارن و خیلی علاقمند هستن در اینجا به اصطلاح از این فضا بازدید کنن، اما منوط به این که شرایط بازدیدون هم فراهم بشه. الان شاید شرایط آنچنان مساعد نیست. وقتی اینجا دروازه حضرت عبدالعظیم باروی صفوی تهران باشه، به تبع از این قسمت به سمت جنوب دیگه احتمالاً اول باید به آثار خندق بر بخوریم، خندقی که پیرامون این حصار رو میگیره، و بعد دیگه اونجوری که در متون تاریخی از جمله در روضت صفا به صراحت عنوان شده، در اون زمان پایین این خندق به رمزار منتهی میشد. میخوام که عمده آثار و در حقیقت تمرکز آثار تاریخی ما از این دوره، یعنی از دوره‌ای که حصار صفوی شکل گرفته، رو به شمال هست و از همین خطی که ما درش قرار گرفتیم، خط تقریبا میشه گفت شرقی غربی و با تمایل البته به شمال، و خب به سمت بالا تا میدان قیام فعلی و خیابان ری که در حدود خیابان ری که در نقشه های تاریخی راهنمایی میشیم. اما واقعیت اینه که حدس و گمان ما تا به امروز راجع به پلن و محل قرارگیری باروره به این دقتی که الان بهش رسیدیم قطعا نبوده. توی حداقل دوره های تاریخی گذشته، شهرهای مختلف کشور هر کدوم یک صفتی رو براشون قائل بودن، مثلا یزد، حالا یا شهرهای دیگه. برای تهران با توجه به اینکه توی در واقع متون تاریخی ما اومده که اگر اشتباه نکنم توی دوره صفوی، زمانی که حالا تقریبا حکومت اسلامی و شیعی میشه، به تهران هم 114 برج در تهران ساخته میشه و برگرفته از در واقع 114 سوره قرآن. آیا این رو میشه یک الگو در واقع برای تهران دونست؟ من اون رو یک جورایی شاید بشه گفت از کلمه مقدس برش استفاده کرد؟ ببینید، به صراحت در متون تاریخی از این نگاه، از این نیت بانیانش اسم برده میشه. مثلا در روضت الصفا به تأسی به 114 سوره قرآن اشاره میشه در ارتباط با 114 برج باروی تهران، یا در مرآت البلدان اعتماد السلطنه در دوره قاجاری که علاوه بر این اشاره این تاکید هست که در دل هر برج هم یک سوره قرآن قرار داده میشه. خب اینها رو آیا میشه به اصطلاح به عنوان یه دیدگاه در شهرسازی شیعی مطرح کرد؟ که خب دوره صفویه میشه گفت خب یک حکومت شیعی مقتدر شکل میگیره. به نظرم که واقعیت همینه،
حالا تحلیل رو هر کسی میتونه یه برداشتی و تحلیل داشته باشه، اما این همه اصرار بر اسلامی کردن ظواهر شهر به نظر میرسه که در مرتبط با سیاست‌های حاکمیتی و سیاست‌های عرض کنم که اجتماعی اون زمان هست و میتونه به نظر من یک نماد نشانه خوب در ارتباط با تهران باشه، چرا که تهران الان بیش از هر زمانی به نظر من به کار کرد، به مفاهیم، به رفتار فرهنگی و جلوه های فرهنگی هنری نیاز داره، با توجه به کثرت جمعیت، با توجه به استقرار نهادهای حاکمیتی، دولتی، ساختار خیلی گسترده اداری، فرهنگی که بر پایه دین باشه، به تبع بر پایه فرهنگ اسلامی و شیعی باشه، به تبع میتونه در این شهر پررنگتر به اصطلاح مد نظر مردم قرار بگیره، شهروندان و حاکمان و متولیان امور، و این میتونه خیلی به اصطلاح متمایز بکنه تهران تاریخی و حتی تهران امروز رو در این خصوص. تهران تاریخی دوره صفویه همینطوره. بله، در واقع زحمت هایی که مالک این مغازه کشیدن با توجه به همکاری خیلی خوب و زیادی که داشتن با میراث فرهنگی و اینکه تا الان واقعا فکر میکنم ما نمونه خیلی کمی رو حداقل توی کشور داریم از مالکان بناها و خونه های تاریخی که به میراث فرهنگی اجازه بدن که در واقع وارد فضا بشه، بتونه در این حد کاوش بکنه. حتی شنیدم که گویا هزینه های اولیه رو هم خود ایشون تقبل کردن. لطفا توضیح میدید که تا چقدر شما میتونید وارد در واقع حالا به کار کاوش و بررسی هاتون ادامه بدید؟ فرهنگ خوبیه این اتفاق، یعنی از طرفی البته با توجه به اینکه کم شمار هست فعالیت باستان شناسی ما، حداقل تا به امروز در تهران موارد مشابه کمتر بوده، یعنی میخوام بگم که این فرهنگ سازی خیلی به اصطلاح ارزشمنده و میتونه مفید باشه برای توسعه و تداوم این کارها. این در این موردم بله، مالک مجموعه بعد از اینکه با اهداف و برنامه و طرح ما مواجه شدن و توجیه شدن، همکاری خیلی خوبی رو با هیئت گمان زنی باستان شناسی ما داشتن و ملازم فرمود که تمام این فضا در اختیار این پروژه و این فعالیت پژوهشی قرار گرفته و تا به انتها که الان روزهای آخر پایانی ترون هست همکاری خوب داشتن و به نظرم میرسه که در ادامه هم ما باید این حمایت و این ارتباط رو حفظ کنیم. این مجموعه همچنان به نظر بنده باستان شناس میتونه در اختیار ایشون باشه و امثال این مالکان که باب بشه دیگه، خیلی این مسائل رو ما دولتی نکنیم. هر چقدر این بارها از رو دوش دولت برداشته بشه خیلی مفیدتر و مثمر و ثمرتره، چرا که هم هزینه ها و هم وقت زیادی رو از سیستم دولتی خواهد گرفت. اما اگر این عزیزان آشنا بشن، توجیه بشن راجع به مثلا موضوعات و مفاهیم باستان شناسی، به نظر من تا به امروز که این گونه بوده، یعنی اینا خیلی جدیتر، خیلی علاقمندتر و خیلی با تعصب بیشتر دارن کار رو همراهی میکنن و در ادامه برای بهره برداری هم فکر میکنم که این اتفاق میتونه بیفته. خب الان شما چه کمکی میتونید بکنید به منبع درآمد ایشون؟ ایشون الان مدتیه که کلا درآمدشون همه چیز بله، تمام کار به اصطلاح اقتصادیشون، کار بازرگانیشون به طب که مختل شده، در تعطیل شده باید بگیم که در این دوره، در این دوره تقریبا یک ماهه، ولی به نظر من هم شهرداری تهران میتونه کمک بکنه و همراهی بکنه، هم سازمان میراث فرهنگی در تامین حد اکثر خواسته های قانونی ایشون و در ادامه کار که میتونه بهره برداری از این سایت موزه باشه و این توجه و این حمایت و مساعدت میتونه به خارج از این محدوده و این پلاک هم تسری پیدا کنه. عرض کردم که هم محور بازار حضرتی و هم کل این فضای تاریخی میتونه تحت شعاع قرار بگیره و ارتقای کیفی پیدا کنه. حدودا 3 ماه پیش 26 اگر اشتباه نکنم در حال تعمیرات بودیم که شهرداری متوجه شد که یه سری استخونا و یه سری کوزا واقع در مغازه ما هست و ما رو به میراث فرهنگی معرفی کردن و میراث فرهنگی یه 20 روزیه که در حال کنکاش هستن. خب بله، بعد از اون شما تا الان
ما یا میراث؟ بله متاسفانه میراث به ما همکاری نکردم. چرا؟ شما چه تقاضایی داشتید؟ من فعلا تقاضایی ندارم، از هیچ کسی تقاضایی ندارم تا تکلیف مغازم روشن بشه. ما یه جلسه داشتیم، متاسفانه برخورد خوبی با ما نداشتن. الان تصمیم شما بعد از اینکه کار بررسی و کاوش اینجا انجام بشه چی هست؟ من ظاهرا یکی دو جلسه با مسئولین گذاشتم، مسئولین ظاهرا بی توجه هم بی اعتنا هم ظاهرا دلخوشی از این میراث ندارن، یا ادبیات میراث رو نخوندن، متوجه نیستن که این میراث چه قدمتی داره. به من گفتن آقا شم بریز پرش کن. یعنی گفتن وقتی کار بله. من تا جایی که میتونم این آثار رو نگه میدارم، وقتی میبینم که هیچ مسئولی از من حمایت نمیکنه و دنبال اینه که تخریب کنه، من مجبورم، مغازه منه، من محل کسب منه، کاسبی منه. آقای مسجد جامعی با من قرار شد که با من جلسه بزنن صحبت کنیم، من منتظر جلسه با آقای مسجد جامعی. زحمت کشیدن، شهردار منطقه اومدن، دکتر سعادتی تشریف آوردن، شهردار نایه آقای خاتمی تشریف آورده بودن، قول مساعدت دادم. مساعدت چاره‌ای به حال من نمی‌کنه، این میراث یه کشوره، میراث یه شخص نیست، داخل مغازه ما پیدا شده. من ممنون میشم، یعنی خواهش میکنم من مسئولین یه فکری به حال میراث خودشون بکنن، اگر برای میراث خودشون ارزش قائلن یه فکری به حال میراث بکنن. خب صفحه شما خودتون تمایل دارید که اینجا در واقع به عنوان سایت موزه بشه و مکانی بشه که مردم بتونن بیان اینجا بازدید کنن؟ من اگه برای کشور و ملتم باشه تمایل دارم، اگه برای مسئولین باشه نه، نمیکنم این کارو. من از مسئولین عزیز خواهش میکنم، ظاهرا میراث فرهنگی از من یه مهلت 20 روزه خواسته که 3 4 روز دیگه بیشتر مهلت ندارم. اما مسئولین عزیز خواهش میکنم تکلیف مغازه من روشن کنم. اگر تکلیف مغازه من روشن نشه، همون جوری که مسئولین به من گفتن خاور شمبریز بیار، متاسفانه و بل اجبار، این میل باطنی منه، یعنی من دوست دارم تا آخرین نفس این میراث حفظ کنم، اگر نشه من از مردم عذرخواهی میکنم، مجبورن باید خاور شم بیارم اینجا رو پر کنم.